خب درس امشبمون همونطور که بهتون قول دادم تنسپیروت رو استادی کردیم. امشب میخواییم کتر رو یاد بگیریم، اولین سفیرای تنسپیروت. خب میرسیم به کتر. توی کلاس های قبل راجع به ملخوت، یسود، نتسخوت، تیفرت، خست، گبورا، بینا و خخما یاد گرفتیم. What is Keter? What Sephira is Keter? Keter چی هست؟ چه انرژی کانشسنسیه؟ چه فرقی میکنه که ما امشب یاد بگیریم که Keter چی هست توی زندگیمون؟ What is Keter? Source چی؟ Source of Enlightenment. درسته. یعنی چی؟ یعنی چی؟ Beautiful. جایی که تمام سفیرهای دیگه، یعنی if you want to connect to خخمه، if you want to connect to بینا، to خست، to گورات، to تیفرت، نتصف خود، یسود و ملخود، تمام این سفیرها، تمام کاراکتریستیکایی که راجع به این سفیرها یاد گرفتیم، تمام این انرژی کانشسنس هایی که یاد گرفتیم در بدن ما هست، در کتر هست. به خاطر که یه ریویو باشه که همه با هم بدونیم داریم چی راجع به چی یاد میگیریم. خخمه چی بود؟ خب ما باز wisdom توی بدن کجاست؟ توی قسمت دست راست مغزمون. بینا چی بود؟ درک کردن، understanding، یادتونه؟ انرژی بینا رو کی دریافت میکردیم؟ کیپور. بله دیگه کی؟ جونم شاووت. دیگه روش هاشانا، شنبه ها، به شکلای مختلفی. توی بدن ما کجاست؟ left side brain. very good. what is خست؟ خست چیه؟ مهربونی. کی ریپرزنت میکنه خست رو توی دنیای ما؟ ابراهام آوینو. پس من هر وقت میخوام به مهربونی، انکاندیشنال مهربونی، مهربونی که هیچ اجندایی درش نیست. That's where the energy store خسد هست. گبورا چی بود؟ Judgment, strength. هر وقت که من میخوام یک تصمیمی بگیرم، هر وقت که میخوام یک راهی رو حرکت بکنم، یک مسیری رو برم، یک چیزی رو انجام بدم، هر وقت که احتیاج هست یک قضاوتی در زندگی داشته باشم، گبورا اون انرژی کانشسنس رو برامون میاره. و ریپرزنتیشنش توی دنیای فیزیکلی کیه؟ اسحاق یابینو. تیفرت چیه؟ بالانس. بالانس بین دوتا انرژی خست و گبورا. خست همش گیوینگه، گبورا از دراینگه. به خاطر که بالانس توی این دنیا به وجود بیاد، تیفرت جاییه که این دوتا انرژی رو میاره با هم دیگه. و کی ریپرزنت میکنه این انرژی رو؟ یعقوب آوینو، حضرت یعقوب. What is نتسخ؟ ویکتوری، پیروزی. مرسی. یعنی چی؟ یعنی چی پیروزی؟ یعنی هر وقت من یک میشنی دارم و من میخوام این میشن رو به موفقیت برسونم، تکمیلش کنم، به سرانجامش برسونم، اون پاوری که من احتیاج دارم توی زندگی که به هدفم برسم، از کجا میاد؟ از نتسخ میاد. کی ریپرزنت میکنه نتسخو؟ موشه ربنو. what is hod؟ hod چی بود؟ کی ریپرزنت میکنه هدو؟ اهرون. اهرون چیکار کرد؟ چی بود؟ هیلینگ. دیگه چی؟ پیس، شالوم، افتخار، آنر، ریسپکت، انکاندیشنال لاف.
is hood. What is yesod? Yosef Sadiq. جایی که بتونیم روی خواستمون کنترل داشته باشیم. Beautiful. نفسمون. Beautiful. کنترل کردن نفسمون. یسود کجاست؟ درست اولین دریچه‌ای هست به اپر سفیروتا نسبت به دنیای ملخوت. یعنی جایی که تمام این انرژی ها می‌بینیم که تمام سفیروها جمع میشن توی یسود و بعد از یسود میاد توی ملخوت. پس میشه گفت فاوندیشن تمام این ماست؟ Absolutely. یسود is foundation. Beautiful. یسود is foundation. جونم؟ دعت رو اونم صحبت میکنیم. شد پس یسود هست فاوندیشن تمام سفیراها، جایی که همه چی درش جمع میشه. یوسف چه کار کرد؟ اومد تمام بلسینگ دنیا رو آورد توی مصر، which is just a simple story، ولی اون انرژی کانشسنس هست. و بعد ملخوت یعنی چی؟ کجاست؟ چی هست؟ the physical world. معنی ملخوت چی میشه؟ kingdom. Kingdom، پادشاهی. Right؟ حالا کتر چیه؟ ترجمه فارسیش چی میشه؟ Crown، تاج. So there is a connection between دنیای پادشاهی و تاج. Right؟ یعنی چی؟ اگر دنیایی که من میتونم توش پادشاه بشم دنیای ملخوته، shouldn't Keter be here؟ ولی Keter کجاست؟ all the way up، بالاترین سفیره هست. So what is Keter؟ what is Keter؟ اگه یادتون باشه یاد گرفتیم که این سه تا سفیرهای بالایی، Keter، حخما و بینا، کابالیستا بحث میکنن که نه نورن نه وسل. ما میدونیم که زهرمپین، این شش تا سفیرای وسط و ملخوت وسل هستن، نور رو دریافت میکنن، یک مقدارش رو نگه میدارن و بعد ترانسفر میکنن نور رو به پایین. به خاطر همین کاراکترهای چریت هم داریم، ابراهام، ایساق، یعقوب و بقیه، که این سفیروتا رو مشخص میکنه. بعد دوباره اینا همش تکراره به خاطر اینکه همه با هم بتونیم درک بکنیم اینو بهتر. سه تا سفیرای بالایی، کتر، خخما، بینا، بحث میکنن روش که هم نوره هم وسله. یعنی این سه تا سفیرا دیزایر دارن که نور رو دریافت بکنن، ولی این دیزایر، این خواسته از آرامدیکلی بیلت توشون و این نور بدون اینکه خودشون واقف باشن میاد و در وجودشون قرار میگیره و almost تمام این نور رو ترانسفر میکنن به سفیرای بعدی. اگه یادتون باشه یاد گرفتیم که خخما یه دفعه متوجه میشه که نوری درش قرار گرفته، در وجودش قرار گرفته، یه دفعه متوجه میشه که یک کاندویتیه برای دریافت این نور، بدونی که خودش دیزایری داشته باشه به اون شکل که من میخوام نور رو دریافت بکنم. مثل اینکه شما صبح بیدار میشید یه دفعه خوشبختی رو تو زندگیتون میبینید. حخما جاییه که یه دفعه awareness پیدا میکنه که من I am full of light. گفتیم وقتی که یه آیدیایی توی سر ما میاد out of nowhere you receive an idea. Where is this idea coming from? It's coming from خخما. بعد وقتی که این نور رو خخما میفرسته به بینا، بینا جاییه که من این دفعه تشخیص میدم این آیدیایی که به سر من اومد چی هست، میتونم تجزیه تحلیلش بکنم، میتونم درکش بکنم که what is this idea is all about. Keter is pure light. Keter is pure light. کتر اون جایی هست که میبینیم ما رو دقیقا کانکت میکنه به انصف، به خدا. یعنی اون دروازه ای هست که نور رو میاره توی این دنیایی که ما هستیم.
دریچه اصلی نور، دریچه اصلی نور. یعنی کتر تمام کاراکتریستیک های خدا رو داره. مثل اینکه شما این در رو وا کنین، پشت این در خدا باشه، در رو وا میکنید و خدا رو میبینید. That's where keter is. That's where keter is. هر چیزی که ما توی زندگیمون دریافت میکنیم، اون نوری که صحبت کردیم و بعد اومدیم این نور رو تجزیه تحلیل کردیم، درکش کردیم که به چه شکل و فرمی خودشو میاد توی بدن ما نشون میده، توی وجود ما نشون میده، سیدش، هستش، آغازش در کتر هست. حالا این نوره چی هست؟ این نوره، نور کتر، نور خدا چیه؟ What is it? When you receive some form of blessing, when you receive some form of نبوت، some form of understanding, what is it? این نور خدایی که ما دنبالش هستیم چیه؟ Ultimate consciousness. Beautiful. Consciousness. Consciousness. آگاهی. آگاهی. در کبالا وجود خدا یعنی یک آگاهی، یک آگاهی، یک consciousness. A greatest consciousness که وجود داره. That's God. آگاهی مطلق. A pure form of consciousness. Beautiful. پس کتر is the ultimate consciousness که من شما میخوایم بهش دریافت، بهش دست پیدا بکنیم. حالا من و شما we have this desire که این consciousness خدایی رو دریافت کنیم. We all have a desire. همه ما we are built by this sensibility. خدا روز اول وقتی که در برشید شروع میکنیم، تورا رو استادی میکنیم، میگه خدا گفت let there be light. بگذار نور باشه. What is that light? It's keter. و بعد این نوره، کتره، میگه خدا گفت it was tov, it was good, it was perfect. It was the ultimate characteristic extension نور خدا بود. Everything that you want. Everything that you want to receive. Any form of blessing. Any form of energy, consciousness that we want to receive comes from Keter. بدون اینکه هیچ چیزی ازش گرفته شده باشه، بدون اینکه هیچ نقصی داشته باشه، یک نور کاملا perfect. A perfect, perfect level of awareness. A perfect level of نور خدا. Ultimate, ultimate of total benefit نور خدا is keter. بعد این نور we don't receive it directly. یادتونه، یاد گرفتیم که ما نمیتونیم این نور رو directly دریافتش بکنیم. مجبور این نور توی این صحافی ها، توی این ترانسمیتر ها رد شه تا برسه ما با توی دنیای ملخود. کوئسچنی که من ازتون دارم اینه که اگر ما کاملا میتونیم به این نور کتر دست پیدا بکنیم، It's part of our being. It's part of our being. چرا کانشسنس من مثل خدا نیست همیشه؟ تو چه سیچویشن این والی؟ توی دنیای فیزیکلی این باید بیم. یعنی somehow به جایی که کانشسنس من کانکت بکنه به کتر، کانکت میکنه به چی؟ به ملخوت. چرا؟ Why؟ اشکال ملخوت چیه؟ اشکال دنیای ما چیه؟ جونا؟ Why does it draw you down? What's the difference؟ فرق بین خدا و ما چیه؟ جونا
موقتی هستیم. You're there temporarily. Yes. بذارید سوالو روشن‌ترش بکنم. What is the difference between God's consciousness and our consciousness? Desire. He's giving and receiving. Desire. We have a desire. God doesn't have a desire. God یک انرژی فورس گیوینگ پر از نوره، هیچ کمبودی نداره. ابسولوت اورنس. الان یاد گرفتیم که کتر is ultimate awareness. Ultimate consciousness. We have a limited consciousness. به قول ساینتیستا ما 4% شاید 4% consciousnessمون اکتیوه. 96% لول consciousnessمون دورمیره، خوابه. اگر من بتونم لول consciousnessمو برسونم به لول کتر، اون وقت هست که خودم رو کانکت میکنم به کانشسنس خدا. Can we do that? What is preventing us to connect to Keter? Our desire, our lack. Juna. A limited being in a limited place. We are in a limited place. توی یک دنیایی هستیم، توی یک باکسی هستیم که دنیای فیزیکلیه. این دنیای فیزیکلی که یاد گرفتیم توی کلاس‌های کابالا که یک دنیای ایلوژنریه، ساختگیه، واقعیت نداره، برای ما یک ایلوژنی درست میکنه و ما احساس کمبود میکنیم، احساس احتیاج میکنیم. من احتیاج به بلسینگ دارم، احتیاج به سلامتی دارم، احتیاج به پول دارم، احتیاج به عشق دارم، احتیاج به محبت دارم. We need and we need and we need. And as long as I stay with the consciousness of need, I'm attached to the word of Malchut and not to the word of Keter. Right. حالا یک چیز خیلی ساده یاد گرفتیم کلاس اول کبالا، که اونقدری که من رزیست میکنم بر میگردونم نورو، همونقدر دریافت میکنم. You remember؟ یعنی شما چقدر نور دریافت میکنین؟ به اون اندازهی که میتونین نورو برگردونین، رزیستش کنین. It doesn't make any sense. یعنی چی؟ خدا میخواد نورو به امون بده، من میگم خدا یا نده، خدا به من نمیده. Does it work that way? No. این نوره constantly he wants to give us. یاد گرفتیم یه چیز دیگه. من I'm throwing the whole kitchen at you so we can grasp it. یاد گرفتیم که دو جور نور ما داریم. یکی نوری که در درونمونه، our inner light که بهش میگیم اورپینیمی، که اون نوری هست که الان داریم، یکی که ما یک مقداریه که به همون consciousness داده، به همون زندگی داده، به همون life داده. Right? It's what we have, what you are right now. اون مقدار نوری رو که تشخیص میدیم که داریم، اون نوریه که در درونمونه، بهش میگن اور پینیمی. یک نور دیگری اطراف ماست که بهش میگن surrounding light، اطراف ما گرفته، بهش میگن اور مکیف. این از کجا میاد؟ این چه نوریه؟ نور کتر. نور کتر، نور خدا کانستنتلی میخواد انرژیشو به من بده، نورشو به من بده. چرا؟ چون میدونه که من یک پتانسیالی دارم که میتونم مثل خودش باشم. It's a perfect light. It's a perfect light. و کانستنتلی میخواد نورو برسونه توی دنیای ملخوت، که این دنیای ملخوت هم بشه مثل خود کتر، بشه پر از نور. این مقدار نوره که کانستنتلی میاد توی زندگی من و اطراف منو گرفته، بهش میگن اور مکیف، surrounding light. و هر چقدر که من
بتونم این نوره رو بیارم تو وجود خودم، I become more lighted، بیشتر نور بیشتر دریافت میکنم. یاد گرفتیم که چجوری میتونیم این نور رو دریافت بکنیم. The more I restrict this light, the more I receive. یعنی چی؟ ما یاد گرفتیم که این لامپه وقتی روشن میشه بین این دوتا پول پازیتیو و نگتیو که ریستریک میکنه این دوتا پولو، میگه نمیخوام. ولی مگه ما میتونیم به خدا بگیم نمیخوام؟ اون که ول نمیکنه که، کانستنتلی این نوره میاد اطراف من. The more I can handle it, the more I can push it back. یعنی چی I push it back؟ برای من نمیخوام. برای منه، من نمیخوام. It's for me, I don't want. خب اون ایگو بود نگذاره بیشتر وقت. Absolutely. یاد گرفتیم، اگه یادتون باشه من دارم همه چی رو ریویو میکنم. کلاس های بیسیک رو ریویو میکنیم، تنسفی رو ریویو میکنیم. من اگر بخوام برسم به دنیای یسود، یک درجه از دنیای ملخود برم بالاتر، اگر 10% اون نوری که میخواد بیاد توی زندگی من، من ریترنش کنم، I reach to یسود. اگه 20% این نوری که میاد توی زندگی من بیام پخشش بکنم، میرسم به هود. 30%شو برگردونم، میرسم به نتسخ. میگن مینیمومه چیزی که تو باید از خود رد کنی 10%، یعنی حد اقلی که تو میتونی تو این دنیای ملخوت شاهونه زندگی بکنی اینه که 10% اون چیزی که بلسینگی که بهت میده خدا رو شیر کنی، برگردونی، یا از طریق صدقات، یا از طریق خدمت به مردمه، یا از طریق گیوینگ لاوه، یا از طریق شیرینگه، هر جوری که فکر انجام بدی. اگر 10% اون نوری رو که من دریافت میکنم برگردونم، دنیای ملخوتم رو روشن میکنم، اون وقت احساس خوشبختی میکنم. ولی هنوز 90% دیگه من دارم نور دریافت میکنم از کتر. So if I want to connect to کتر، what do I have to do؟ باید هرچی نور به طرف من میاد برگردونم. یعنی میگم چی؟ من هیچی برای خودم نمیخوام، من هیچ چیزی برای خودم نمیخوام. Nothing. نه اینکه 10%شو میخوام برگردونم برسم خودم به یه صد، نه اینکه 20%شو برگردونم برم پد بشم مثل اهرون، نه موشه، نه مثل یعقوب، نه مثل ابراهام. I want to be like the light. I want to be like the keter. I want to return all the light. I don't want anything for myself. I have no need. I have no need. That's when you connect to Keter. I am Misha. When I think I need, وقتی که احساس بکنم احتیاج دارم، I'm a needy person. What happens? I drop from Keter. حالا بستگی داره که چقدر احساس نیدی بکنم. I drop more and more and more. یک کسی که اعتماد به نفس اصلا نداره، اصلا خودشو قبول نداره، که گفتیم یاد گرفتیم که 100% زیر اینفلوئنس ایگوشه. What does he receive? Nothing. He's ultimate needy. The more you return this light, the more you receive. حالا این نوره اورمکیف سراندینگ لایت اطراف منو گرفته، روز و شب ولتون نمیکنه، روز و شب ولتون نمیکنه. چرا؟ مثل یه مادر، مثل یه پدری که میخواد بچهشو پر از خوشبختی بکنه، پر از نور کنه. Somehow این surrounding light ما، این ارمکیفی که اطراف ما رو گرفته، میخواد بگه You're better than that. You are better than that. You're not really needy. اجازه سوال بهتون میدم. You're not really needy. You may think you need, but you're not. اگر ما پارتی از خدا هستیم،
یعنی چی پارتی از خدا هستیم؟ یا ما از خدا هستیم یا از خدا نیستیم؟ ما یه پارتی از خدا هستیم که خدا یه تیکه‌ش از خودش جدا کرده، ما رو انداخته توی این بازی دنیای فیزیکلی. این دنیای فیزیکلی دروغ یک ایجنتی هم روش گذاشته، ساتان، رایت؟ یک کامپتیشنی، یه رقیبی که این رقیبی میاد میگه که تو گناه داری، تو بچگی سخت به سرت گذاشته، تو پدر مادر درست تو رو تربیت نکردن، مدرسه خوبی نرفتی، دولت خوبی بالای سرت نبوده، بهت خیانت کردن، حق تو خوردن، خون تو ریختن، تو گناه داری، آخه بمیر برای خودت، تو کیپبل نیستی، تو بد آوردی. That's Satan. باعث میشه چی؟ باعث میشه که من نیدی باشم، احساس کمک کنم، یکی باید به من کمک کنه، یک جوری من احتیاج دارم، من دعا میکنم برای خودم، خدایا به من کمک کن. Does it work? Really doesn't work. سیستم کار نمیکنه. The more I transfer myself from the consciousness of need to the consciousness of giving, the more you connect to the light, the more you receive. من هیچ چیزی برای خودم نمیخوام. من وقتی که دعا میکنم برای دیگران دعا میکنم. من وقتی که برای ساستننس دعا میکنم برای تمام کسانی که احتیاج به ساستننس دارن دعا میکنم، نه برای خودم. من تمام وقتمو میخوام بذارم که تمام این بلسینگی که خدا به من داده رو با دنیا پخش بکنم، تمام این تالنتی که خدا به من داده رو میخوام با دنیا پخش بکنم. You become more powerful. You receive more light. You give and it gives you more. You give, it gives you more. بیشتر محبت میکنید، بیشتر عشق میدید، بیشتر عشق زیادتر میشه. شما یک فنومنال عجیبی وجود داره در دنیای فیزیکلی. شما وقتی که یک شمعی رو میخواید روشن بکنید، یک شمع دیگه رو روشن بکنید، باید قاعدتاً از نورش کم شه دیگه، دارید نورش رو میده به یه شمع دیگه، ولی چی میشه؟ بیشتر هم میشه. وقتی که میخواید فیتیله رو روشن بکنید، شمعه واو it becomes bigger and bigger. So what is the problem? The problem is the consciousness. The problem is the consciousness. Our problem is we don't understand how powerful you are. How good you are. این تالنتی که در وجود من هست، حالا به هر شکلی هست که این تالنت در همه ما نوعش فرق میکنه، به خاطر که ما هممون از یک سول میایم. We're all one soul. One big soul. تجزیه شدیم. فرض کنیم این سوله رو اومدن تقسیمش کردن به 1 بیلیون maybe more و بعد هر جرقه‌شو گذاشتن تو یکی از ماها و تمام این دنیای احتیاج داره که تمام این جرقه ها با هم یکی بشن، شیر کنن، دست هم دیگر بشن، اخاد بشن، یکی بشن، که این نوره بشه همون نور کتر. And the more understanding that I have about this, the more I receive. شنیدین میگن اسرائیلیا بد اخلاقن، عصبیان. ما وقتی که داشتیم پرواز میکردیم میرفتیم، یکی از بچه‌ها اومد گفت که ما کانشسنسمون چی باید باشه داریم میریم الان اسرائیل؟ با چه کانشسنسی بریم اسرائیل؟ گفتم we are going to give. We're not going to take. We're going to give it to Israel. We're not going to take anything from Israel. من وقتی که رفتم اسرائیل به بچه‌ها گفتم I have no expectation. I want my room to be the worst room in Israel. I want my bed to be the worst bed in Israel. میخوام بدترین سرویس رو من بدن. میخوام بدترین بد اخلاق ترین آدم ها بیان سر راه. چرا؟ به خاطر که من میخوام بهشون محبت کنم. من میخوام بهشون عشق بدم. And we had an amazing time.
به خاطر که پیش نیومد. به خاطر که پیش نیومد. یکی از بچه‌ها خیلی نگران بود که هوا گرمه. هوا گرمه، هوا گرمه، اونجا اسرائیل میریم گرمه. خیلی هم عالیه. گرمه، هوا شیشور گرمه. روزی که میخواستیم بریم کنست، انقدر میترسید که اورشلیم گرم باشه، با شورت اومد. تو اسرائیل همه شورت میپوشن. ولی خب ما گفتیم داریم میریم کنست، بابا. You know? Big shots of دولت اسرائیل اونجا خواهند بود. این انقدر نگران بود که گرمه با شورت اومد راشت نرمد. گفتن You're coming to Knesset, you're coming with short. What caused him? Because he wanted to take. We went to give. And when you go to give, حالا مهم نیست اسرائیل باشید، تو خونه باشید. When you're going home tonight, you want to be a giver, not a taker. یه صحنه بود توی یکی از خیابونای تل آویو. اول که ترافیک تو اسرائیل خیلی عالیه، برعکس ایران که هیچ کی بهش گیر نمیده، تو اسرائیل همه رعایت چرا خطرا ما واسه بخواستم شیطونی بکنیم کسی نیست می‌خواد بریم وارد خیابون، وگرنه همه very very courteous very very good. یه جا یه خانمه می‌خواست بره توی خیابون بپیچه، یه نفر پیچیده بود جلوش، نمیتونست بره، پشت ماشینش بیرون بود، اون که جلوش بود شروع کرد به ابری بهش داد و قال کردن. زنم برگشت نگاه ما کرد، من شروع کردم بهش خندیدن. I started laughing, this is funny. این عصبانی بودش، نگاه میگرد برگشت دید من دارم هاها میخندم، یه داره خندید. That's how you change it. When we are needy, when we live in the world of Malchut, when we expect. I expect from my mom, I expect from my dad, I expect from my brother, I expect from my friend, I expect from Khuda, I expect from Peygamber, I expect from the government. You're a needy and you're never going to be happy. As long as you are in the world of Malchut that runs by Satan, که میگه که نه کو نیست، گرم، سرد، شلوغ، ترافیک بده، نورش کمه، نورش زیاده. That's where your consciousness is stuck in the world of Malchut. When you think it's good, it's positive, you are good, you're powerful, and you are. You have something that nobody else has. نوری که شما دارید یکی کتون، هیچکی دیگه نداره. In its unique way. And you need to light it up. You need to remove all this clipot اطرافش رو گرفته and روشنش کنید. میگن یه بابای مرد، آدم اوریجی بود، توی زندگیش هم محبت کرده بود، هم سختی دیده بود، هم همه کاری کرده بود، ای تو زی دنیای فیزیکال رو تجربه کرده بود. میره اون بالا، میگه این خدا کو آقا جون، من با این خدا خیلی حرف دارم. دیدید خیلی ما میگه من با این خدای خیلی حرف دارم، کجاست این خدای؟ خدا میاد میگه جونم چیا؟ میگه این چه بس سر ما ببردی؟ میگه خب بیا فیلم زندگیتو نشونت میدم. Let's watch your movie. Let's see what happens. فیلم زندگیشو نشون میده. میگه که میبینه که خودشو میبینه از بچگی. بعد خدا بهش میگه که میبینی این جای پایه که توی فیلمت هست؟ این جای پایه خودت توی زندگی که داری میری. میگه اوکی. میگه میبینی بغل جای پای تو یه جای پای دیگه هم هست. میگه آره این کیه؟ میگه این منم، خداست. تو هر جا رفتی من بغلت دارم راه میرم. یارو میگه اه؟ بذار ببینم فیلم رو. میره بعد یه جایی هست زندگیش سخت شده. میگه ببین اینجا که خیلی من سختی کشیدم، اینجا که من مریض بودم، اینجا که ورشکست شدم، جای پای یه نفره. تو کجا بودی؟ خدا کجا بودی تو؟ میگه این جای پای منه، من تو رو بغل کرده بودم تو سختی ها. The more we love God, the more we appreciate what I have, what your talent is. اون kindnessی که تو وجودتونه، اون عشقی که تو وجودتونه، اون blessingی که تو وجودتونه، اون چیزی که من میتونم بدم به دنیا. من چی میتونم بدم به دنیا؟ من چه کار میتونم بکنم؟
برای این دنیاه. وقتی که به جای بدهکار درست دارم میگم فارسی رو بگم، وقتی که به جای یه ریسیور کانشسنس هم عوض میکنم میشم گیور. I become a giver. When there is lack of love, I give love. When there is lack of help, I give help. وقتی که عوض میکنم کانشسنس هم که I don't need, you don't need, you may think you need, and that's اون انرژی که به من میگه you need, it's not God. به خاطر اینکه خدایی که کتره has no need. ما میدونیم که هر ملخوتی کتر دنیای بعدیه. چهار تا لول دنیای روحانیت داریم بعد از این دنیایی که ما توش هستیم، و این چهار تا دنیا هر کدومشون 10 تا سفیروت دارن. ملخوت هر دنیایی کتر دنیای بعدیه. یعنی چی؟ یعنی رابطه کتر و ملخوت خیلی خیلی نزدیک و جالبه. یعنی این دو سفیرا، این دو تا انرژی کانشسنس، در ساید بای ساید. It's your choice to be in which side. To the side of ملخوت which is emptiness, قهر، عصبانیت، دلخوری، توقع، تنبلی، you name it. ترس، شک، دنیای ملخوته. یا برعکسش، توی دنیای کتر، نور، positivity، giving، caring، not get disappointed. این نور ارمکیفی که اطراف ما هست که میخواد بیاد توی وجود ما و منو برسونه به پتانسیالم، مثل یک معلم بسیار بسیار سخت و تافیه. It's not easy. دریافت کردن این نوری که اطراف من گرفته، تبدیل کردن این ارمکیف به ارپینیمی، اون surrounding light به inner light، کار آسونی نیست. It's very uncomfortable. It's very uncomfortable. یعنی گین کردن این نوره اصلا آسون نیست. اون چیزی که آسونه و بیمزه است کار ساتانه، دنیای ملخوت. اگر برای همه ساده بود که بیان کلاس کبالا، همه اومده بودن کلاس کبالا میشن. یکی که شما که از هر جا که بودید بلند شدید، یه سختی به خودتون دادید، خودتون رو پوش کردید. You could stay home watch the World Cups. You could have watched the movie. You could have gone to a nice restaurant. حالا بعدش میگه. ولی you choose to come. You made, you pushed it. You be, it was uncomfortable. That's how you receive the light. آوردن این نوره از خودگذشتگی میخواد. تحمل میخواد. Understanding میخواد. کتر یک زندگی دوباره است. یک کانشسنس جدیده. کی ما کتر رو دریافت میکنیم؟ حالا من میخوام زندگی ما عوض کنم. من حالا واقف شدم که I need to change myself. I need to change my consciousness. How do I do it? Where do I get the help? کجاست؟ این کتره کجاست؟ بین خودتون و خدا. کجاست؟ من تو وجود خودتون، تو قلب و من. Right. How do I connect to it? این هوای جدید، این عشق جدیدی که من باید تو خودم به وجود بیارم، این نور جدیدی که من احتیاج دارم کانشسنسم رو عوض کنم. Where is it؟ هر وقت که از کامفورت زونمون بیایم بیرون و به عوض اینکه به فکر خودمون باشیم، دست دیگری رو بگیریم، میتونیم خودمون رو بگیریم. Beautiful. لحظه ای که من به جای فکر کردن به کمبود خودم، شروع میکنم کمک کردن به کمبود دیگری. یعنی که من اگر پرابلم ریلیشنشیپ دارم، I have relationship problem،
این استراف برم یه سایکولوژیست بگیرم و هی برم تراپی که کمک کن کوچک بچه درونم رو در بیار، بچه کوچکم رو بزرگ کن، یک آسایش پنج. Nothing against psychologists. I study psychology. It's my passion. ولی دلم میخواد یه چیزی والاتر از سایکولوژی یاد بگیریم، کبالا یاد بگیریم. یعنی اینکه به جایی که بشینم روی تختی خودم رو پاهم بذارم شروع بکنم میگن آقا خودت خالی کن. کبالا میگه You need love? Go give love. You need blessing? Go give blessing. You need emotional support? Go give emotional support. Change the need to give. Change the need to give. You have it. It's in you. It's in you. You are God. It's in you. Just bring it out. Exercise it. وقتی که میگیم مشکلای زندگیمون عوض زیاده، آقا نمیدونی من چه مشکلاتی دارم، بمبارد شدم از استرس. What does it mean؟ این ارمکیفه داره خودشو میکشه بیاد وجود من روشن کنه، داره منو ویشگون میگیره که wake up, create light, be a giver, move، روشن کن دنیا رو از اون نوری که درونت هست، از اون تلنتی که داری استفادهش کن. Bring it out. و سخته، مشکله، باید هم باشه. So everywhere، همینجوری که شهناز جون گفت، هر چیزی که uncomfortable براتون، that's what you need to do. That's how you bring the ormakit into your life. اگر براتون uncomfortable با یکی سازش داشته باشید، that's what you need to do. هر چی که واسه تون سخته، that's what you need to do. And the sooner the better. هر کاری واسه تون most uncomfortable هست، یعنی اگه من بهتون بگم پاشین بیایستین اینجا صحبت بکنین، and it's the most uncomfortable thing for you, that's what you need to do. اگر از بغل دستیتون دلخورید و قهرید ازش و دیگه گفتی تا عمر هست من دیگه با این یارو کاری ندارم، go and make up. That's how you create life. وقتی که اون کارهای مثبتی که باید توی زندگیم بکنم و نمی کنم، دور خودم یک شلی به وجود میارم، یک کلیپای به وجود میارم که باعث میشه که این ارمکیفه رو دارک ببینمش. مثل اینکه شما یه پرده سیاه بکشید جلوی ویندو که ازش آفتاب میتابه، نور سیاست، ولی وقتی که پرده رو میزنم عقب نور سفید رو میبینم. What I need to do is to remove this curtain که بتونم نور رو ببینم. حالا یه بار دیگه یه سوال تکرار میکنم. How can I connect to this keter? این کتره where is it? I want to connect to keter. چنل جون گفت I have to go against my comfort zone. دیگه چجوری؟ How do I receive it? I have good news. تمام سوال هایی که توی زندگیتون بودن و دیگه حالا رفتن از این دنیا، تمام صدیقینی که الان توی این دنیای فیزیکی نیستن، ابراهام، اسحاق، یعقوب، موشه، اهرون، ربی شیمون بر یوخای، اریا قدوش، ربای برگ، انجل میخائیل، انجل گابریل، تمام صدیقیم هایی که میشناسید، اینا they are waiting to come and join you، توی زندگیتون عبور کنن. اگه خدایی نکرده پدر و مادرهایی داشتیم که از این دنیا رفتن و خیال میکنیم از این دنیا رفتن، ولی they are waiting to come and assist you. هر هفته که شنبه میشه، every time Friday night comes، تمام این سولها، تمام سولای صدیقی ما میدونن که ما به کمک احتیاج داریم. They want to come and join you، عبور کنن به وجود ما. وقتی که خانم ها شمع شبات رو روشن میکنن، تمام این نشمه های صدیقی ما
میاد میشن جز این ارمکیفی که میخوان بیان کمکشون بکنن. شعر قشنگی که شبای شبات میخونیم، شالو ملخم، ملخ هشارت، ملخ الیان، اسم ملاخیم رو میاریم، پنج تا جمله مختلفه با پنج تا ملاخیم مختلف. We inviting all these angels. Every شنبه، هر شبات که میشه، تمام این صدیکیما، تمام این ملاخیما، تمام این انجلا میان که به ما ایبورشن، که به ما چی بدن؟ انرژی کتر رو بدن، زندگی دوباره بدن، یک روشنایی دوباره بهمون بدن. And when we invite them in, when we receive them, they come and stay with you until you accomplish what you accomplish for that week. هر روششنایی میشه، هر اول هر روشخودشی که میشه، اول هر ماهی که میشه، they come again. معهدی ما که میشه، they come again. روششنا، they come again in a bigger scale که last بکنن یک سال، یک ماه. They come and join you. Every time I pray for somebody else, I bring down all these tzaddikim. Every time you become a giver, you connect to Keter. Every time, تکرار میکنم, you become a giver instead of a taker, you connect to Keter. Every time, for whatever reason, whatever you could do. Whatever you could do. توی این دنیا یا من میتونم توی دنیای کتر زندگی بکنم، توی دنیای نور خدا زندگی بکنم، بشم مثل خود خدا، یا میتونم توی دنیای ملخوت زندگی کنم، توی دنیای کمبود و قهر و ناراحتی و عصبانی و غم و غصه و گرفتاری و یا یک دنیا رو با دید کتر ببینم، با دید گیوینگ ببینم. و وقتی که عوضش میکنم برای خودم، وقتی که چالنج میاد میگم give me more، بح دیگه از این چه بهتر میشه، تبدیل میکنم این نوره رو، نور ارمکیف رو به نور درونی، ولکامش میکنم، میپذیرمش و میگم I love it. یادتونه کتر خخما رو که یاد گرفتیم، گفتیم هر چی پیش میاد بگیم I love it. ماشین میپیشه جلوتون تو فریوی. I love it. از این بهتر نمیشه. ایر کاندیشن خراب میشه، دیگه از این بهتر نمیشه. وقتی که یک سولی از این دنیای فیزیکلی میره، تمام نوری رو که باید تو زندگیش به وجود بیاره، در اون لحظه که از دنیا میره، به وجود میاره. یعنی سولی که، نوری که این سه برخا بچه باید به وجود می آوردن، در اون لحظه به وجود آوردن. It's sad، ولی نوره رو به وجود آوردن. اگر شما بدونید چه یونیتی بود تو اسرائیل، چه لاوی بود بین مردم، چه عشقی بود، چه یونیتی بود بین مردم، به خاطر وجود این سه برخایی که اتفاق افتاده بود. You felt it everywhere. You felt it everywhere. All for one, one for all. That's the light that they could have created in this world. و حالا چی میشه؟ ما یاد میگیریم مرگ فیزیکلی، it's not the end of the world at all. یه استپ توی دایرکشن دیگه. وقتی که من کمبود یکی که از این دنیا میره، باشه سگ، باشه خدای نکرده دوست، باشه خدای نکرده فامیل، من جای اون کمبوده رو حالا باید پر کنم با نور، حالا باید پر کنم به نور. به خاطر هم میگم یار بردن لد، کار شما عوض شده از دیروز تا حالا. Now you are a giver. Now you could give the love that you used to give to this beautiful creature, give it to somebody else. Somebody else need your love more. So we are physical, we need, right? We need love, we need food, we need air, we need everything that you said. So how does it work? آری آقا داشت وقتی که میخواست غذا بخوره، غذا میذاشت جلوش، یه دونه اپل که برمیداشت رو بخوره،
میگفته که من که این اپل رو نمیخوام. It's a silly, but it's an amazing example of your question and the point that I like to give. رسیبه میگفته من که تو رو نمیخوام. من که احتیاج به تو ندارم. ولی به خاطر تو سیب میخورم. منت میذاشت. به خاطر که این سیبه، نه صبر کنی تموم کنم. به خاطر که این سیبه احتیاج داره که من برخاشو بگم، الیویتش کنم و بخورم که فیزیکال بینگش یوز بشه in the positive way. I'm going to say the blessing and I'm going to eat apple for the sake of the apple. متوجه این؟ خدایا من به هیچ احتیاج ندارم. من هیچ احتیاج ندارم. I may not have anything, ولی من به هیچ احتیاج ندارم. ولی خب میخوای به من بیزنس بدی؟ بده. I'm going to use this business for your sake. که تو رو خوشحال کنم. چرا؟ چون اگه به من یه بیزنس خوب بدی، من اگه ثروت داشته باشم، I can be a better channel. You understand? I don't want food. من احتیاج به فود ندارم. ولی به خاطری که میخوام بلسینگ آبره بگم، من آبره میخورم به خاطر آبه. به خاطری که این آبه میخواد، این آبه تنها جوری که میتونه به تیکونش برسه که من برخاشو بگم بخورم. اون وقت این آبه نورشو پیدا کرده، تیکونشو انجام داده. من اگر شام امشب بخورم به خاطر خودم نمیخورم، به خاطر که این غذای بلسینگه. And I want to elevate the blessing of this food. من این پلانا لازم نداشتم. I didn't need it. ولی به خاطر توضیح دادم براتون تو کلاس های کبالا. Whatever you buy, you think you bought it? نه. اون صداتون کرده. توری که داشتیم توی یروشلایم، میدونی که یه تانل زدن که amazing. یعنی من 3 سال پیش رفتم این تونل رو زده بودن که میبرن اونجایی که نزدیکترین جایی هست به بتمقداش. توی این 3 سال نمیدونی چه کار کردن. تمام یروشلایم قدیم و توی 7-8 قرن مختلف رو وا کردن و میبینید It's amazing. بعد یه تیکه که یه جا رسیدیم، اینم خیلی جالب، اینم باهاتون شیر کنم. یه جایی هست که میگن It's the closest to the بتمقداش. بعد 24/7 یعنی هر لحظه مینیمم 10 تا زن اونجا هستن و دارن تهلیل میخونن. و این زنا بدونی که بلیت بگیرن، بدونی که احتیاج به تور داشته باشن، بدونی که کسی به اینا بگه کجا میری چرا نمیری، تهلیماشونو میارن، صندلی گذاشتن، میشستن اونجا 24 hours دارن تهلیل میخونن. Guess for what? To bring healing to the world. To be a giver. حالا اینو داشته باشی. یه تورگایدی ما داشتیم که ما رو میبرد تو این تانل توضیح میداد این مال چه قرنیه، این کی کرده، این چی کرده، این ما کجاییم، کجایی به تمقداشیم، کجاییم. وقتی که تموم شد، تور که تموم شد، گفت که خیال نکنید که شما تصمیم گرفتید که بیاید اسرائیل. به تمقداش شما رو صدا کرده که بیاین اینجا. میگن ما هر کاری رو که بکنیم، Of course we need food, we need health, we need A to Z. And I want it all. من هر چی این دنیای فیزیکلی داشته باشه میخوام. I want the best car, I want the best house, I want the best kids, I want the best family, I want the best soulmate. I want everything. ولی نه برای خودم. نه برای خودم تنها. Give me so I can give more. I can give back. تمام این ارمکیفی که اطراف من هست، فقط توسط این بدن فیزیکلیه میتونه منیفست بشه. اگه این بدن فیزیکلیه نباشه که این نوره اصلا نمیتونه خودشو نشون بده. So you're absolutely right. How much of it are you giving back? I want to give it all back. Give me and I give it all back. و وقتی که این consciousness دارم، it gives you so much. And you give. And هیچ وقت شده که بگم این بابا انقدر صدقات داد که برشکست شد. Have you ever heard it? بگن این بابا اینقدر دونیشن میده ورشکست شده. Has it ever happened? The more you give, the more it comes. چاره‌ای نداره نوره. چاره‌ای نداره. The more you empty this malchut, this scatter comes in it.
اگر خالیش نکنید استاپ میکنه. The more you let go, the more it comes in. اگر احساس بکنم که I need it, نه I need to keep انقدرش نگه دارم برای خودم. نه حالا برای خودم هم دعا کنم. خودم چی؟ You stop the flow of the light coming in. The more you give, the more it comes. I want it. من سیبه رو میخورم به خاطر خدا. آب رو میخورم به خاطر خدا. ورزش میکنم به خاطر خدا. مسافرت میرم به خاطر خدا. I'm gonna go to Hawaii. با چه consciousnessی میخواید برید هوایی؟ You wanna go to Hawaii. آقا 20 ساله کار کردم میخوام برم یه وکیشنی. Where is your consciousness? میخوام برم آقا shut down. شنیدی میگم آقا من میخوام برم وکیشن، میخوام shut down کنم، تلفنم اصلا قطع کنم، کسی بهم زنگ نزنه.